مشارکت مردم در تصمیم گیری و مدیریت یک جامعه و کشور به قدری حائز اهمیت است که سازمان ملل متحد در بند 7 از هدف 16 سند 23 یونسکو درباره آن صحبت کرده است. تصمیم گیری مشارکتی یعنی توجه و استفاده از نظرات و تجربیات علمی و عملی افراد جامعه در فرایند مدیریت یک کشور. به بیان دیگر، رعایت دموکراسی. بسیار واضح است که مبنای مدیریت مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی منوط به برنامه ریزی، ساماندهی، سازماندهی امکانات و راهبری صحیح است که برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در یک گروه، جامعه و کشور می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این فرایند باید بر اساس اصول مشخص و مورد قبول ارزش‌گذاری شده و از طریق مشارکت عموم جامعه در قالب نظرسنجی، رأی‌گیری و یا همه‌پرسی مورد تایید اقشار مختلف جامعه باشد. با این تفکر استراتژیک، عملکرد همه لایه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردم به سطحی از رضایت می‌رسد که همه افراد جامعه ضمن دخیل دانستن خود در تصمیم‌گیری‌ها خود را مسئول انجام آن امور و دستیابی به اهداف تعریف شده می‌دانند. در واقع این سیستم مدیریتی حس مسئولیت پذیری در افراد را بیدار کرده و با الغای حس مشارکت باعث سرزندگی و پویایی همه افراد جامعه و افزایش دستاوردهای مورد نظر می شود. باید بدانیم که مشارکت در تصمیم گیری باعث افزایش خودباوری در افراد می شود و استفاده از خرد جمعی به ویژه در تصمیم گیری های مهم و کلان در سطح جامعه به دلیل ارتباط مستقیم مردم با کار و درک مشکلات ناشی از کمبودها در حین انجام کار می تواند نقطه اتکای مدیران نظام در تصمیم گیری های خردمندانه و آینده نگر باشد. متاسفانه در اکثر کشورها دیکتاتوری و خودکامگی دولت مردان فرصت حضور و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را کمرنگ نموده و پیشرفت و تضمین آینده بهتر را در حاله ای از ابهام قرار داده است. مشارکت مردمی در تصمیم گیری ها نقطه مقابل دیکتاتوری می باشد و رعایت دموکراسی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود جزء اهداف بلند مدت فعالان حقوق بشر می باشد که همواره در اسناد بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 21 به آن تأکید شده است. اگر مردم یک جامعه مجالی برای بروز نظر و خواسته های خود داشته باشند، قطعاً با تمام قوا راهکارهای خودگرایانه بر پایه دانش و تجربه را با توجه به قدرت و اختیار قانونی که از سوی مدیریت مشارکت جو در اختیار آنان قرار داده شده است، ارائه می نمایند. و در واقع از همین طریق است که مردم در تعیین سرنوشت خیش دخیل می شوند و فرصت پیشرفت برابر برای تمامی افراد جامعه حتی طبقات ضعیفتر نیز فراهم می شود. اگرچه در بند 8 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر اشاره شده است که همه مردم می بایست در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش مشارکت داشته باشند، اما آنچه که به وضوح مشاهده می شود، تبعیض و تفریق عمیق بین اقشار مختلف مردم، احزاب و انجمنهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه، دولت و نظام ایران است. علارغم
علاقه و پیگیری شهروندان ایرانی در مشارکت داشتن در تصمیم گیری های عمومی، عدم تأثیرپذیری نظر و انتخاب مردم در سرنوشت خود و کشور، کم کم جامعه ایران را به سوی تفرقه و افزایش تبعیض سوق می دهد. به علاوه با کمال تأسف، عدم بهره‌مندی از حق انتخاب به قدری در جامعه رشد و نمو پیدا کرده است که مردم نسبت به آینده و سرنوشت و آنچه در کشور به عنوان قانون و اصول به تصویب می رسد بی تفاوت شده اند. در پایان می توان این گونه نتیجه گیری کرد که می بایست در نقطه به نقطه سیستم مدیریتی یک کشور به لزوم و ضرورت به کارگیری بند 7 از هدف 16 سند 23 یونسکو که به تصمیم گیری نتیجه بخش، مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه توجه دارد، تأکید و اجرا نمود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.